مدیا کده مرجع کامل کتاب های صوتی روز دنیا بوکلایت کتاب چرایی خود را بیابید اثر سایمون سینک، دیوید مید و پیتر داکر راهنمای کاربردی برای یافتن هدف واقعی خود و تیم خود با مطالعه این کتاب می‌آموزید چرایی کارهایی که در زندگی انجام می دهید چگونه کشف می شود؟ آیا می دانید که چرا صبح از خواب بر می خیزید؟ به سر کار می روید، قضا می خورید، می خوابید و همه این کارها را تکرار می کنید؟ به بیانی دیگر آیا در زندگی شخصی و حرفی خود هدف مشخصی دارید و در مسیر خاصی گام بر می دارید؟ اگر قادر نیستید با صدای بلند و قاطع به این پرسش ها پاسخ بله بدهید، نگران نباشید. بسیاری از افراد علت کارهایی که انجام می دهند را نمی دانند و به همین خاطر پس از اتمام یک روز کاری با رضایت خاطر به خانه باز نمی گردند. این بوکلایت درباره یافتن چرایی شماست. به این معنا که از این به بعد بدانید برای چه هدفی هر روز در زندگی خود کارهای خاصی را به انجام می اینکه این که بدانید به چه علت هر روز صبح از خواب برخواسته و به سر کار می روید چنان انگیزه بالایی به شما می دهد که در نتیجه این کار را با میل و علاقه بیشتری انجام خواهید داد. با مطالعه این بوکلایت در میابید که چگونه آگاهی لازم درباره چرایی خود را به دست آورید و سپس چگونه با تکیه بر این آگاهی زندگی خود را از سر گیرید. رسیدن به این آگاهی میتواند با رجوع به گذشته خود و جمعآوری داستانهای آن باشد و یا توسط اشتراک گذاری این داستانها با افراد غریبه در زمان حال. در این بوکلایت به این پرسش ها پاسخ داده می شود 1 چگونه صحبت درباره چرایی با بغل دستی خود در هواپیما می تواند مکالمه سرسری را به گفتگوی جذاب تبدیل کند دو، چرا پرسیدن سوال های خاص و پاسخ به آنها در فرایند یافتن چرایی بسیار مهم است 3 چرا چگونگی ها اعمالی هستند که به زندگی چرایی می بخشند. بوکلایت شماره یک کشف چرایی خود به جذابیتتان می افزاید. اگر تا به حال برایتان پیش آمده است که در زندگی احساس سردرگمی یا عدم رضایت کنید ممکن است به این خاطر باشد که نمیدانید در زندگی چه هدفی دارید. و یا به قول سایمون سینک یکی از نویسندگان این کتاب چرایی خود را نیافته اید. یافتن چرایی خود مسیری پرپیچ و خم دارد. اما به محض شناخت آن قادر خواهید بود که هر روز صبح با عزمی راسخ و هدفی مشخص از خواب بیدار شوید. سینک چرایی خود را زمانی یافت که تمام شور و اشتیاقش را برای ادامه دادن به کارش از دست داده بود در آن زمان او دچار افسردگی شده بود و با وجود انبوه نسایهی که از اطرافیان خود دریافت می‌کرد هیچ کدام از آنها در نظرش کارآمد نبود پس از صرف زمانی برای شناخت خود و آغاز به کندوکاو درونش متوجه شد که چرایی او انگیزه دادن به دیگران است با پذیرش این موضوع توانست دید روشنتر و خوشبینانه تری نسبت به زندگی خود داشته باشد. آگاهی از چرایی خود به زندگی سینک جهت بخشید. سینک خیلی زود متوجه شد که اطمینانی که در اثر یافتن این چرایی به خود و زندگیش پیدا کرده است او را در نگاه دیگران جذابتر جلوه می دهد. این نکته علاوه بر انسانها در مورد شرکت ها نیز صدق می کند. برای مثال شرکت اپل را در نظر بگیرید. این شرکت رقیبان سرسختی دارد که محصولاتی ارزانتر و با ویژگی های بیشتر ارائه می کند. اما مشتریان اپل به آن وفادارند و از شعار این مجموعه یعنی متفاوت بیاندیشید الهام می گیرند. این مطلب به خوبی چرایی اپل را نشان می دهد. مشتریان ترجیح می دهند که برای کسب و کاری مترقی و پیشرو که روند رو به رشدی را طی می کند هزینه کنند. به جای آن که به خاطر مقدار اندکی پس انداز بیشتر به سراغ شرکتی معمولی بروند. برای آنکه که در بازار کسب و کارها به قدرت متقاعدسازی مشتریان توسط یک هدف معنادار و قوی پی ببریم بیایید نگاهی به دو شعار تبلیغاتی از یک شرکت تولید کاغذ بیاندازیم. تبلیغ اول تمرکز خود را بر روی کیفیت فوقالعاده و قیمت مقرون به صرفه کاغذ قرار داده است. تبلیغ دوم بر روی مأموریت کمپانی و هدف آن از تولید یک محصول بی‌نظیر تاکید دارد. تمرکز تبلیغ دوم بر روی این موضوع بوده که هدف شرکت از تولید این کاغذها کمک به مردم است تا ایده های خود را ثبت کنند و آنها را با دنیا به اشتراک بگذارند. پیام تبلیغاتی دوم بسیار گیراتر و جذابتر از تبلیغ اول است. تنها به این دلیل که چرایی این کسب و کار را به خوبی بیان می کند. گاهی لازم است قادر باشیم خودمان را نیز به خوبی تبلیغ و معرفی کنیم. به خصوص اگر در یک مصاحبه کاری حضور داشته باشیم. زمانی که مشتری نویسنده ی کتاب به نام امیلی نامش را جز لیست منتخبین یک آگهی استخدام دید و خود را در مقابل هیئت مدیره حاضر یافت از او پرسیدند چه چیز تو را از بقیه متمایز کرده است این یک فرصت عالی برای امیلی بود تا بتواند چرایی خود را شهر داده و با آنها به اشتراک بگذارد بنابراین او درباره خواسته و هدفش از کار کردن با دیگران صحبت کرد اینکه دوست دارد به مردم کمک کند تا بهترین وجه ممکن از خودشان باشند یعنی بهترین خودشان این فهم و آگاهی کامل و شفاف امیلی از چرایی خودش منجر به استخدام او شد بوکلایت شماره دو با نگاه به گذشته از چرایی خود آگاه شوید اگر با اکراه یا ترس توبیخ سر کار می روید، و فکر می کنید که شغلتان خسته کننده است واضح است کاری که انجام می دهید با چرایی شما همسو نیست زمانی که به شغلتان اشتیاق دارید حتی انجام تکراری ترین و پیش پا افتاده ترین وظایف نیز برایتان آسان می شود یک راه عالی برای یافتن آنچه که به آن شور و اشتیاق دارید استفاده از چرخه طلایی است. چرخه طلایی در کتاب قبلی سایمون سینک رهبر الهام بخش کسب و کار خود باشیم معرفی شده است و نشان می دهد که ما چگونه مایلیم کارهای خود را در سه ساعت انجام دهیم. این کتاب وی را می توانید با نام با چرا شروع کنید نیز جستجو و تهیه نمایید. سطح اول، دایره خارجی تماما درباره کاری است که ما انجام می دهیم در حالی که دایره میانی نحوه انجام آن کار را نشان می دهد در آخر و در مرکز دایره طلایی قرار دارد که تعیین کننده چرایی و علت انجام آن کار است زمانی که هر سه این دایره ها هم راستا باشند برای کار خود اشتیاق پیدا می کنید. در یک پرواز پیتر داکر نویسنده دیگر این کتاب مردی به نام استیو را ملاقات کرد که به مدت 23 سال به کاری مشغول بود و همچنان از آن لذت می برد. چنین چیزی چگونه ممکن است؟ خب کاری که استیو انجام میداد تولید فولاد بود طوری که او این کار را انجام میداد یعنی نحوه انجام این تولید ساخت محصولی خالص بود که نسبت به نمونه های مشابه آسانتر بازیافت می شد و آلودگی کمتری به وجود می آورد و چرایی او برای انجام این کار حفظ محیط زیستی پاک برای نسل های آتی بود. چرایی استیو او را برای بیش از دو دهه پر انرژی و مشتاق نگه داشته بود. اما اگر شما همچنان از پیدا کردن چرایی خود در تعجب هستید، سعی کنید به گذشته خود نگاه کنید. نویسندگان کتاب یک پروژه اکتشاف درون را با هدف کمک به زنی جوان برای یافتن چراییش اجرا کردند. طی این پروژه زن جوان می بایست داستانهای شخصی خود را از گذشتهش بیرون کشیده و به اشتراک می گذاشت. این فرایند موجب شد او از حقایقی تلخ و دردناک حاوی اطلاعاتی مفید و قابل استفاده پرده بردارد. نقطه مشترک تمام داستانهای او بر تمایل و نیازش به حفاظت از خواهر کوچکترش در مقابل آزارهای پدرشان متمرکز بود. بنابراین یک چرایی بزرگ برای این زن جوان محافظت از افراد آسیب پذیری بود که قادر نیستند از خود در برابر ظلم و آزار دیگران محافظت کنند. اکنون که او از این چرایی آگاه شد، و توانست اشتیاق خود را به محافظت از افراد آسیب پذیر در برابر آزارهای وارده ببیند، میتواند باقی مسیر زندگی خود را بر مبنای این چرایی بزرگ طی نماید. حال او می داند که حضور در چه گروه هایی داشتن چه نوع شغلی و انجام چه فعالیت هایی در طول روز وی را خوشنود و راضی از زیستن میسازد. در بوکلایت بعدی به شیوه های دیگری برای یافتن چرایی خود میپردازیم. پردازیم. بوکلایت شماره 3 نگاهی از بیرون میتواند به ظهور چرایی شما کمک کند شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد اینکه برای دیگران بارها از داستانها و خاطرات شخصیتان گفته اید و از هویتی حرف زده اید که گویی میشناسیدش اما وقتی در مورد خودتان و اعمالتان بیشتر فکر می کنید موفق به تشخیص چرایی خود و کارهایی که انجامشان می دهید نشده اید ایرادی ندارد گاهی شناسایی نقطه مشترک و در واقع چرایی اعمال و کردارمان کار سختی است در این صورت وقت آن رسیده است که از نگرشی تازه کمک بگیریم شخص دیگری که شما را به خوبی میشناسد میتواند منبعی با ارزش برای یافتن چرایی شما باشد بهتر است کسی که با او صحبت می کنید همه چیز را در مورد گذشته و پیشینه شما نداند. کسی که سوالاتی اساسی از شما بپرسد. سوالاتی که تفکری پشت آنها نهفته است و حتی به دقت یادداشت برداری کند. طرح سوالاتی خاص در فرایند یافتن چرایی شما از اهمیت بالایی برخوردار است. و این سوالات معمولا منجر به جزئیاتی حیاتی و برانگیختن عواطفی شدید می شود. به کمک پرسش های کاوشگرانه دقیق پاسخی مانند وقتی بچه بودم عاشق این بودم که تعطیلات تابستان را با پسر سپری کنم می تواند تبدیل به پاسخی چون من عاشق ملاقات با پسر بودم زیرا می توانستیم در جنگل نزدیک خانه آنها گردش و چیزهای شگفتانگیزی در طبیعت پیدا کنیم شود. با این جزئیات نقاط مشترک بین موضوعات مختلف زندگیتان خودشان را نشان می دهد و راه را به سمت یافتن چرایی بودنتان هموار می کند. یک شنونده خوب و دقیق می تواند نقاط مشترک داستانهای مختلف را دریابد. حتی اگر در ظاهر هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند. به مثال تاد توجه کنید. او سه داستان بسیار متفاوت به اشتراک گذاشت. اولین داستان درباره از دست دادن بورسیه بسکتبالش به خاطر رفتار مخربش بود. دومی به احساس آشفتگی و بیهودگیش زمانی که به عنوان یک متصدیه بار کار میکرد اشاره داشت. و سومی مربوط به زمانی بود که از سر کار به خانه باز می گشت و تمام نکات حرفی را که میدانست به دختری محلی که مشغول فروش لیمونات بود آموزش میداد و این کار موجب رضایت درونیش میشد. نویسندگان کتاب با شنیدن داستانهای تاد متوجه نقطه اشتراک بین آن داستانها شدند که این موضوع چرایی تاد را به نمایش می گذشت. این چرایی علاقه به انجام کاری با معنا و کمک به دیگران برای داشتن یک زندگی پربار بود. بوکلایت شماره چهار کارگاه کشف چرایی به کسب و کارها در یافتن چرای خود کمک می کند. حتی اگر حرفه مورد علاقه خود را یافته باشید، ممکن است همچنان احساس آشفتگی و ناامیدی کنید. زیرا برای شرکتی کار می کنید که چشمنداز یا چرای روشنی ندارد. از آن بدتر ممکن است آن شرکت متعلق به خودتان باشد و همچنان همین حس آزاردهنده را با خود یدک بکشید. برای اینکه از چنین اتفاقی جلوگیری کنید، کارگاه کشف چرایی ساده ای وجود دارد که می توانید برگزار کنید تا طی آن داستان مختلفی به اشتراک گذاشته شوند و چرایی محکمی برای شرکتتان شکل بگیرد. نمونه این کارگاه را شرکت لامارزوکو که یک شرکت تولید کننده دستگاه های اسپرسو است برگزار کرد. جالب اینجاست که این کارگاه در ذهن شرکت کنندگان بسیار خاطر انگیز و جذاب ثبت شد. در آن کارگاه از کارمندان خواسته شد تا داستانهای خود را در ارتباط با احساسی که از کار در آن شرکت دارند تعریف کنند یکی از کارمندان خاطره ای را تعریف کرد که در آن برای گرفتن عکس در فروشگاه همه افراد کنار یکدیگر جمع شدند او تعریف کرد که رویداد عکاسی در فروشگاه موجب گرد همآوری کارکنان و ارتباط نزدیکتر آنها شده بود پس از شنیدن این داستان دیگران نیز داستانهای مشابه خود را نقل کردند و خیلی زود چرایی شرکت لامارزوکو پیش چشم همه آشکار شد. گرد همایی افراد به صرف قهوه و گفتگو. موقعیت دیگری نیز وجود دارد که یک شرکت دوچار آن می شود و نیاز به کارگاه کشف چرایی دارد. موقعیتی که طی آن زمانی در گذشته شرکت یک چرایی و یا شرح معموریت واضح و روشنی داشته که با گذر زمان تغییر کرده و یا به فراموشی سپرده شده است. کارگاه کشف چرایی در این موقعیت نیز می تواند کاربردی باشد. کوستاموراس یک فروشگاه بزرگ سلف سرویس در کاستاریکاست که انریک اورایب در دهه پنجاه میلادی آن را تأسیس کرد. چندی پیش اورایب احساس کرد که کسب و کارش دیگر با چشمانداز اولیش همسو نیست. بنابراین او و برادرش تصمیم گرفتند تا در کارگاهی شرکت کنند که بعدها به بازشناسی و روشنگری هدف اصلی کسب و کارشان بسیار کمک کرد. آنها داستانهای خود را در رابطه با معنایی که فروشگاه در آن زمان برای آنها داشت بیان کردند و در نتیجه چرایی کسب و کار آنها خود را نمایان ساخت و این چرایی چیزی نبود جز نوآوری و کمک به خلق فرصتهای جدید برای همه افراد جامعه اورایب دیگر جوان نیست اما حال می تواند با خیال راحت استراحت کند زیرا میداند که برادران و فرزندانش می توانند همواره به مفاهیم اصیلی که چرایی شرکت را شکل داده است رجوع کنند چشمانداز او به نسل های آتی الهام میبخشد و به آنها کمک می کند تا در راه درست قدم بردارند یک کارگاه کشف چرایی می تواند به یک کسب و کار کمک کند تا فرهنگ سازمانی شرح معموریت و چشمنداز آینده خود را تعریف کند. در واقع این تمام چیزهایی است که موجب می شود کارمندان بهترین تصمیم را بگیرند. اکنون که به درک درستی از هدف خود در زندگی رسیدید، نوبت بررسی چگونگی رسیدن به این چرایی است. در بوکلایت بعدی به بررسی این موضوع می پردازیم. بوکلایت شماره 5 لازمه رسیدن به چرایی درک چگونگی هاست. در بوکلایت های قبلی به صورت مفصل به چرایی پرداختیم. اکنون زمان آن رسیده است که نگاهی به بخش های دیگر چرخه طلایی بیاندازیم، یعنی چگونگی ها. چگونگی ها اعمالی هستند که به چرایی زندگی می بخشند و در نتیجه بخشی حیاتی از یک فرایند گسترده تر هستند. برای شناخت چگونگی های خود به فعالیت های روزانه خود بیاندیشید و توجه کنید که چگونه رفتارتان به دستیابی شما به چراییتان کمک می کند. چرایی پیتر داکر نویسنده دیگر این کتاب یاری رساندن به دیگران برای انجام کارهای خارقلاده است و او تعدادی چگونگی برای رسیدن به این چرایی دارد. برای مثال ایجاد مرزهای جدید، خلق روابط مستحکم، سادگیری و تمرکز بر آنچه واقعا مهم است از جمله چگونگی های اوست. آگاهی از چگونگی های همکاران خود نیز مزیتی بزرگ محسوب می شود. پیتر اغلب با دیوید مید در رویدادهایی با عنوان با چرایی شروع کنید یا Start with Why همکاری می کند. در این رویدادها چرایی همه یکسان بوده و هدف یاری رساندن به مردم برای شکوفایی استعدادهایشان است اما عامل اصلی موفقیت پیتر و دیوید در برگزاری این رویدادها آگاهی از نحوه عمل کرده یکدیگر است آنها میدانند که چگونه مهارتهای خود را با هم ترکیب کنند تا بهترین نتیجه حاصل شود برای مثال زمانی یک مشتری به آنها مراجعه کرد که قصد داشت کارگاهی را که معمولا برای چهل نفر طراحی میشد با 150 نفر برگزار کند علاوه بر این کارگاه عموما یک روز کامل طول می کشید اما آن شخص فقط چهار ساعت زمان داشت تا صرف این کارگاه کند پیتر و دیوید با هم فکری و اعتماد به چگونگی های یکدیگر موفق شدند تا چرایی های 150 نفر را آشکار سازند. دیوید میداند که چگونه نوآوری کند. بنابراین او از این چگونگی خود بهره برد تا محتوا را متناسب با یک کارگاه 150 نفره و با مدت زمان چهار ساعت تغییر دهد. البته او طوری برنامه ریزی کرد که با وجود مدت زمان کم این کارگاه، نتیجه کار و تاثیرپذیری پذیری افراد همچنان کیفیت خود را همانند کارگاه چهل نفره حفظ کند. پیتر میداند که چگونه کارها را ساده کند. این تعیین چگونگی در آن موقعیت بسیار کارساز بود و توانستند همه افراد را با دستورالعملها و الزامات کارگاه آشنا کنند. آگاهی از چگونگی های افراد به منزله شناخت نحوه عمل کردان هاست و با چنین دانشی می توان به نقاط قوت آنها بها داد. وظایف را تقسیم بندی و به بهترین نحو با آنها همکاری کرد تا هر چالشی منجر به موفقیت گردد. بوکلایت شماره 6 چگونگی ها در تصمیم گیری های هر روزه کمک می کنند همه ما هر از چند گاهی با تصمیمی سخت مانند قبول پیشنهاد یک پروژه همکاری یا پیشنهاد یک موقعیت کاری روبرو می شویم داشتن درکی عمیق از چگونگی های خود کلید در امان ماندن از فاجعه و در عین حال انتخاب بهترین گزینه هاست که منجر به شکوفایی شما می شود برای فهم دقیق چگونگی های خود باید جوهره اصلی آنها را شناخت. سایمون سینک، نویسنده این کتاب می داند که چگونه دیدی بلند مدت داشته باشد. اما این چگونگی می تواند عناصر کوچکتر تقسیم و دقیقتر توضیح داده شود. به طور دقیقتر می توان گفت که سینک بر ارائه محصولات، خدمات، و ایده هایی تمرکز دارد که تا مدت بعد از مرگش نیز قابل استفاده باشد. همچنین او به زمان تحویل یک محصول و دستیابی سریع به سود توجه کمتری دارد و بیشتر علاقمند است که انگیزه ای ماندگار در شرکتش ایجاد کند. شناخت هسته اصلی چگونگی ها موجب خداگاهی می شود. علاوه بر این نشان می دهد که چه فرصت‌هایی وجود دارند سینک با آگاهی از چگونگی‌های خود می‌تواند فرصت‌هایی را که با چرایی یا اهداف کلی او همسو هستند بشناسد چند سال پیش مدیر اجرایی یک شرکت بزرگ به سراغ سینک آمد تا در کنار هم شرکتی تازه تأسیس کنند که اولویت آن خدمت به مردم باشد از آنجایی که چرایی سینک الهام بخشیدن به افراد برای رسیدن به آرزوهایشان بود، این یک پیشنهاد عالی برای او به حساب می آمد. اما سینک پیش از آنکه جوابی بدهد درباره ی انگیزه های آن شخص بیشتر تحقیق کرد و متوجه شد که او بیشتر به فکر سوداوری سریع است و این مسئله با چگونگی سینک مقایرت داشت. یکی دیگر از چگونگی های سینک داشتن نگرشی متفاوت یا غیرعادی به مسائل است. اما مدیر اجرایی که قرار بود با سینک همکاری کند، هیچ علاقه ای به این نوروی کرد نداشت. بنابراین سینک فهمید که آن پروژه به هیچ وجه با چگونگی ها و چرایی او همسون نیست و فرصت پیش آمده به موفقیت منجر نمی شود. در آخر او توانست تصمیم درستی بگیرد و معدبانه درخواست همکاری را رد کرد. به طور حتم چنین شراکتی در رزومه او جلوه خوبی می داشت و همچنین موجب افزایش مشتریانش میشد. اما او مطمئن بود که این همکاری تجربه خوبی از آب در نمی آمد. اگر در موقعیتی هستید که احساس خوبی ندارید، می توانید از چگونگی های خود بهره ببرید تا بفهمید کجای کار اشکال دارد و در نتیجه تغییرات لازم را اعمال کنید تا اوزا درست شود. بوکلایت شماره هفت پس از کشف چرایی خود آن را به اشتراک بگذارید. بخشی از مسیر رسیدن به یک زندگی رضایت بخش آگاهی از چرایی و فهم چگونگی های خود است. اما داستان به همین جا ختم نمی شود. در قدم بعدی باید آن را با دنیا به اشتراک گذاشت. در گام اول چرایی خود را به کسانی که از شما می پرسند، شغل شما چیست ارائه کنید. این پرسش در هر موقعیت اجتماعی مطرح می شود و فرصتی است تا به وسیله آن بیان مأموریت خود در زندگی را تمرین کنید. ممکن است در ابتدا راحت نباشید. اما خوبی صحبت با غریبه ها این است که ممکن است دیگر هیچگاه آنها را ملاقات نکنید. همچنین این موقعیت برایتان فراهم می شود که چرایی خود را در قالب پیامی بگنجانید که بتوانید به راحتی و با اطمینان آن را بیان کنید از آن مهمتر اشتراک گذاری چرایی خود با جهان به شما انگیزه می دهد که به آن وفادار باشید و بر اساس حرف خود عمل کنید هرچه بیشتر مقاصد خود را عملی سازید بیشتر به آنها پایبند خواهید ماند و در راستای آنها قدم خواهید برداشت همچنین اگر بیانیه چرایی شما چیزی شبیه به جمله کمک به دیگران برای رسیدن به رشد شخصی باشد، ممکن است شما را مسخره کنند یا با بی از شما روی برگردانند. به همین خاطر بهتر است که چنین حرف جسورانه ای را با عمل خود اثبات کنید. همچنین به خاطر دلایلی که در ادامه شهر می دهیم بهتر است که در کسب و کار خود همواره به بیانیه معموریت خود رجوع کنید. 1. می توانید به راحتی تشخیص دهید که چه زمانی یک محصول یا خدمت دیگر مناسب یا مرتبط با چرایی شرکت نیست. 2. در هنگام استخدام نیروی انسانی میدانید که باید به دنبال چه چیزی باشید و اگر چرایی یک کارمند با چرایی شرکت همسو نباشد متوجه می شوید. سه می توانید به بهترین و مؤثرترین شیوه برنامه ریزی کنید و به کارمندان خود وظایفی مطابق با چرایی آنها محول کنید. بنابراین هرچه افراد بیشتری با چرایی شما آشنا باشند و هرچه شما بیشتر چرایی دیگران را بشناسید همگی از منظر شخصی و حرفه‌ای به تعالی می رسید. در بوکلایت این کتاب دریافتیم که بدون تعیین چرایی و کشف معنای فعالیت هایی که در زندگی انجام می دهیم قادر به شناخت دقیق خود نیستیم. عدم آگاهی از چرایی یا هدف خود در زندگی می تواند برای افراد، کسب و کارها و تیمها تجربه ای آزاردهنده و گیج کننده باشد. اما خوشبختانه شیوه هایی برای جستجو و فهم چرایی خود و آغاز یک زندگی پرانگیزه، پرشور و مؤثر وجود دارد. زمانی که به طور کامل چرایی خود را دریابید، می توانید در زندگی شخصی و حرفه خود به شکوفایی برسید. پیشنهاد کاربردی برای یافتن چرایی خود، به سراغ تاثیرگذارترین داستان هایتان باشید. داستان های ما بخش مهمی از فرایند کشف چرایی را تشکیل می دهد. زمانی که با دیگران داستان های خود را به اشتراک می گذارید، این فرصت را به خود می دهید که نقاط مشترک داستانهایتان را از طریق دیگران دریابید. البته در عین حال که تجربه های خوبتان را تعریف می کنید از بازگو کردن تجربه های بدتان هم قافل نشوید. این داستانها می توانند از دل کودکی یا بزرگسالی شما بیرون بیایند. اما مهم آن است که این داستانها و رویدادها در شکل گیری شخصیت شما نقش مهمی کرده باشند. پیشنهاد مطالعه بیشتر کتاب رهبر الهام بخش کسب و کار خود باشیم نوشته ی سایمون سینک کتاب رهبر الهام بخش کسب و کار خود باشیم به سراغ ریشه یابی علل نوآوری و موفقیت چشمگیر برخی از افراد و کسب و کارها در مقایسه با افراد و کسب و کارهای دیگر می رود. حتی زمانی که همه به تکنولوژی، افراد و منابع یکسانی دسترسی دارند. این کتاب نشان می دهد که چگونه کسب و کاری راه اندازی کنید که به مشتریان الهام و به کارمندان خود رضایت خاطر می بخشد. مدیاکده مرجع کامل کتاب صوتی روز دنیا اگر از این سب ویدیو خوشتون میاد لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله کنار آن رو فشار دهید